سلام بچه ها، چطورین؟ امروز اومدیم سوال جوابایی که تو اینستاگرام مثلا پرسیده بودین اینو جواب بدم. یه دونه کوشن باکس یه دو سه روز پیش تو پیج اینستاگرام گذاشتم و تو کامیونیتی یوتیوب هم نوشتم که اگر مثلا اگر سوالی دارین حتما برین تو اینستاگرام حتما بپرسین. و امروز اومدیم همه اون سوالا رو جواب بدیم، ببینیم چیه دیگه. بریم اینترو رو ببینیم. بیا اولین سوالی که توی دایرکت پیج morning.usa پرسیدین اینه که سلام خوبی، من تو باکسم پرسیدم ولی الان خیلی کنجکاو شدم بدونم، میخواستم بدونم اگه کسی با لاتاری بیاد اونجا هزینه دانشگاه و اجاره و اتاق و خودش و همه اینا رو چجوری پرداخت کنه. خب عزیزان، من اول از همه بهتون بگم لاتاری یه چیزی که مثلا 1 در تریلیون در میادش، خیلی شانسیه، یعنی باید خیلی شانستون خوب باشه که بتونین در بیارین. اما اگه در آوردین دمتون گرم، خوشا به حالتون. وقتی هم که در میاری اینجا تقریبا میشه به عنوان یه شهروند آمریکایی میشین و گرین کارت میگیرین و میتونین دیگه مثلا دانشگاه دولتی اینجا رایگان برین تحصیل کنین و خیلی مثلا بنفیت داره و میتونین ازشون استفاده کنین. تقریبا دانشگاهتون نصف هزینهش نصف دانشگاه اینترنشنال میشه و اینکه و هزینه خورد و خوراکتون هم مثل همون قاعدتاً، ولی خوابگاه و همه اینا تقریبا مثل دانشجو آمریکایی میشه دیگه. پس خیلی از هزینه‌هاتون نصف میشه، ولی میتونین برین توی کامیونیتی کالج و تحصیل رایگان داشته باشین. سوال بعد اینه که با فاند تحصیلی، فاند نرمال، از لحاظ مخارج برای یه زندگی معمولی چقدر تحت فشاری؟ اول اینکه من خیلی قبلا هم گفتم، الان هم میگم، من فاند نگرفتم و با هزینه خودم دارم اینجا تحصیل میکنم. و اینکه اگر فاند بگیرین دیگه، خب هزینه دانشگاه رو بستگی به فاند داره که چند درصد کاور میکنه. اگه مثلا میگیم فول فاند باشه، هزینه های زندگی تقریبا ماهی با 2000 تا 2500 جمع میشه هزینه های زندگی. و اینکه دیگه خودتون با شروع کنید به کار کردن. دیگه الان من کار میکنم، خودتون حتما میدونید من چه کارم چیه. تو پیجم این ویدیویی که این بالا میادش یک روز در زندگی من کارامو بهتون نشون دادم و کامل راجبش توضیح دادم و شروع کنین کار کردن، اونقدر هم سخت نیستش. سوال بعدی، از شهریه دانشگاه هزینه زندگی دانشجو. و شهریه که ببینید، شهریه هر دانشگاه و هر رشته متفاوته، ولی این چیزی که من اصلا حالا یه عددی بهتون بگم که مثلا میانگین در نظر بگیرین، ترمی از 8000 تا 10000 دلار شروع میشه به بالا. و اینکه دو ترم در سال باید درس بخونیم که میشه تقریبا سالی 15 تا 20 هزار دلار. خیلی زیاده میدونم. خب یه سوال میشه که من حرفی ندارم، فقط میتونم بگم مواظب خودت باش، خوش باشی. قربون برم، چکرین. یه دیگه نمیشه که چرا این دانشگاهی که رفتی رو انتخاب کردی؟ خب این دانشگاه، ببینید، من یه بست فرند دارم، همون این ویدیویی که الان اینجا میادش، رفتیم سن دیگو زو، قشنگ باش ویدیو گرفتم. رفیقم رضا تقریبا بست فرندمه و دلیل اینکه اصلا اومدم کالیفرنیا، این منطقه، این سن دیگو و سان مارکوس، رضا هستش. و اینکه دو تا آپشن داشته، میدونید CSU سان دیگو یونیورسیتی، یه دونم CSU سان مارکوس یونیورسیتی، که سان مارکوس یونیورسیتی تیم فوتبال داشتش که ان شاء الله اینتر بریم تو تیمش بازی کنیم ببینیم چی میشه. یکی دیگه نمیشه، ای وای، نمیشه دوست دختر نداری؟ بابا چی بگم من اینجا؟ بابا اینجا ببینید، یه حرفی من بهتون بزنم، وقتی که مهاجرت میکنین یا اینکه مثلا چجوری بگم، میرین یه زندگی جدید شروع میکنین، مهم نیستش اصلا تو زندگی قبلیتون دوست دختر داشتین، کسی داشتین که باش وقت بگذرونی یا نه. من یک سال اومدم اینجا، نخوام دروغ بگم، 3-4 ماه اولش خیلی درگیر بدکوب دنبال نمیدونم دوست دختر و فلان و اینا بودم، پارتی و مارتی و بریم بیرون اشغال و فلان و اینا. ولی الان یه چند وقتی که متوجه شدم که اگه بخوای اینجوری دنبالش بگردی، اگه بخوای مثلا خودتو پاره کنی، خودتو بکشی، مثلا چیز کنی، با یکی باشی، به درد نمیخوره. بعد زندگیتو بکنی، رو خودت کار کنی، ورزش کنی، زود بخوابی، زود بلند شی، و اینکه نمیدونم بری بود دایی کارات انجام بدی، پول در بیاری. پول در آوردن خیلی مهمه، شما پول در بیار، دخترها میان سمتت دیگه. منم الان یه چند وقتی تصمیم گرفتم تمرکز رو خودم بذارم و اینکه خدا بزرگه.
بسپر دست اون بالایی خودش میرسونه، نگران نباش. نوشته که از ایرانی های اونجا بگو، زیادن، کمن، خوبن، با چجوری هن ایرانی های اینجا؟ ببین تو کلا منطقه سندیگو زیادن، خیلی زیادن. ما اصلا یه مدت باشون میرفتیم فوتبال بازی میکردیم و اینا، بعد رستوران ایرانی زیاده، کلا خوبن. یا یعنی مثلا میفهمن ایرانی سری با تو گرم میگیرن، سلام علیک میکنن فلان اینا. بعد تو دانشگاهمون فکر کنم بالای 20 نفر باشیم، نه فکر کنم کلا 20 نفر ایرانی باشیم. من یه 10-15 نفرشون رو واقعا میشناسم، یعنی رفیق ما هم دیگه، یه 5-6 تاشون رو اسمی میشناسم، یه 10 تاشون هم میدونم که هستن، ولی تا حالا باهاشون چیزی نکردم، مثلا ندیدمشون نزدیک تا حالا. و اینکه تو دانشگاه یه ذره اونایی که رفیق من همه اوکی ان، میکنم دوستشون این ویدیو رو ببینن آقا چاکری. آره اونا که رفیقم اوکی هن، یه سری هاشون هستن خودشونو میگیرن فلان میسار باشه. یارو مثلا پرژنه، فیک پرژن ما بهش میگیم، مثلا خان اینجا به دنیا اومده فلان، خودشون میگیره میگه آقا باشه تو خودتو بگیر، ما ایرانی، ما افتخار میکنیم به اینکه ایرانی، حالا شما میخوای خودتو بگیری بگیر داداش، ما مشکلی نداریم، اینجوری بهتون میگم. آره ولی اونایی که ایرانی هن خیلی بچهای مشی هستن. بعد یه اینم بهتون میگم، لس آنجلس که پره دیگه، لس آنجلس یه منطقه هستش اصلا اسمش نام وودلند، یه وودی داشتش روش، وود نمیدونم یه اسمش واقعا یادم نیستش، این زیر میذارم اون منطقه‌ای که تو لس آنجلس هست و این عکسش رو این زیر میذارم ببینید. اصلا ببین محله کلا محله ایرانیه، اینجوری بهتون میگم. آره کلا تو مثلا ساینا که میرین تابلو همه ایرانی، هر مغازه‌ای بری یه پرچم شیر و خورشید زدم، پرچم شیر و خورشید به منم اون تو اتاقمه، یادتونه پشتم بودش، الان خونمو عوض کردم، یه دونه هوم تور هم داریم حتما اینو بهتون نشون میدم، خونه جدیدمو این کلا این پشت و اینا رو همه رو بهتون نشون میدم. و اینکه آره یه منطقه کلا داریم همه ایرانیان، مثلا رستوران‌های ایرانی، مغازه‌های ایرانی. یه بار با رفیقمون رفتیم اونجا یه گردنبند پیدا کردیم فرور این چیزش، یه مغازه میداد 80 دلار، گفتیم آقا خیلی زیاده، گفت نه نوخره است فلانه، رفتیم مغازه بغلیش همون بودش، گفت 60 دلار، گفتم مغازه بغلی میداد 80، گفتم ای بابا همین میگیریم، گفتم آقا اینا ایرانی ان بذار بریم بازم ارزون تر پیدا میشه. یه آقا رفتیم تا $15 دلار هم پیدا کردیم دیگه، گفتیم اینی که به $15 میفروشه $10 سودشه، نه اون چیز $5 میخواد بندازه به اون، ولش کن بعدن حالا اوکی میکنیم. اینجوری بگم که حتی بیزنس هاشون هم ایرانی انجام میدن. کنم سوال آخر داره؟ نه داریم بازم. نشی که داداش بهترین راه اومدن به آمریکا چیه الان؟ خب ببینین یه راه خیلی ارزونی که هر سال لاتاری ثبت نام کنین، بستگی به شانستون داره که بیاین بگیرینش یا نه. تنها راه قانونی دیگه هم که میشه الان اومدش اینه که از تحصیلی اقدام کنین و اینکه چی میگم بهش، یه دانشگاه برین اپلای کنین، اپلایتونی که گرفتین واسه ویزا اقدام کنین و بیاین اینجا. این همین روشی که من انتخاب کردم. یه سری روشی دیگه هم هستش که نمیشه مثلا توی دوربین گفتش، ولی اگر کسی واقعا میخوادش به من توی این پیجم دایرکت بده، morning.usa، ما راهای رسیدن به خدا رو میشناسیم، نگران نباشید. دیگه جونم براتون بگه که نوشته که توی یک ماه چقدر هزینه میکنی به عنوان دانشجو؟ خب من هزینم توی یک ماه الان که دانشگاه ندارم، تابستونه، اجارم تقریبا با 1000 تا تمام میشه، با مثلا پول برق و اینترنت و همه چی رو هم دیگه با 1000 تا تمام میشه. دیگه بگم بهتون ماشینم تقریبا 600-700 تا، بنزین 100-200 تا، خورد و خوراکم 300 تا، تقریبا همون با 2000-2500 تا جمع میشه. آره تقریبا با 2000-2500 تا حل میشه رو هم اینجوری. داداش ویدیوهاتو خیلی دوست داریم، بیشتر ویدیو بذار که ایشالا بتری کنی. آقا من چاکر شوام، این بوس هدیه به شما، مخلصم. این تموم شد سوالا؟ آره سوالم تموم شد. خب آقا دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدین، ان شاءالله که ویدیوهای خفن تر میذارم
و ببینید. حتما اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی، هر چی داشتین تو کامنت سکشن بذارین. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، اگر من خوشتون اومد خواستین ویدیوهای بیشتر ببینین سابسکرایب کنین، و خیلی ویدیوهای باحال دارم توی پیجم، حتما برین ببینین و ویدیوهای باحال‌تر قراره که همینجوری بیاد. آقا چاکریم، فعلا.